این که شنیدین صدای پوکیش بود که حکایت از بافت خفن توش داره. نون پستو یکی از لطیف‌ترین و خوش‌عطرترین نون‌های دنیاست. بریم که با هم دیگه درستش کنیم. اول یه خمیر خیلی آسون بهتون یاد میدم که باهاش کلی نون‌های دیگه و پیتزا میتونید درست کنید. دو تا پیمون آرد، یک قاشق چایخوری نمک، یک قاشق چایخوری شکر، یک قاشق غذاخوری خمیرمایه فوری، سه تا قاشق غذاخوری روغن زیتون و سه چهارم پیمان آب رو توی کاسه همزن با هم مخلوط می‌کنیم. اگر همزن ندارید میتونید با دست توی کاسه این کار رو انجام بدین و بعد از اینکه خمیر شکل گرفت با دستتون ورزش بدین. اگر هم که همزن دارین که سریع خمیرزن همزنتون رو وصل کنین و بذارین کاملا خمیر توی کاسه شکل پیدا کنه. چه با همزن چه با دست فرقی نمیکنه. حدود 10 دقیقه باید خمیرتون رو ورز بدید تا جایی که دیگه خمیرتون به دستتون نچسبه. همونجوری که الان توی تصویر میبینید دست که به خمیر میزنید نباید به دستتون بچسبه. سطح کارتون رو آرد پاچی کنین، دستاتون هم آردی کنین و خمیر رو به صورت بغچه در بیارین همونجوری که تو تصویر میبینین و بعد گردش کنید و توی کاسه ای که چرب کردین قرارش بدین. روی کاسه رو با یه دستمال نمدار بپوشونین و توی یه جای نسبتاً گرم قرار بدین. من همیشه توی فر خاموش شده قرارش میدم. یک ساعت استراحت کنه. توی این فاصله بریم سس پستومون رو درست کنیم. برای سس پستومون دو پیمون ریحون داریم، 3/4 پیمون روغن زیتون، 1/4 پیمون پنیر پارمسان و 1/4 پیمون دونه کاج یا بادوم زمینی یا گردو، 2 حب سیر، نمک داریم که همه رو با هم دیگه با گوشتکوب برقی کاملا له می‌کنیم تا یه سس خوشگل و خوش رنگ اینجوری به دست بیاد. سسمون رو توی ظرف دردار می‌ریزیم، روشو با روغن زیتون کاملا می‌پوشونیم و می‌ذاریمش کنار تا خمیرمون آماده بشه. خمیر بعد از 1 استراحت توی فر کاملا کپل شده و دیگه آماده باز شدنه. اول با دستمون هوایی که بین خمیر ایجاد شده رو خارج می‌کنیم و روی سطح آرد پاشی شده خمیر رو به 2 تقسیم می‌کنیم. بردنه رو آردی می‌کنیم و یک قسمت از خمیر رو به صورت طولی باز می‌کنیم و روش رو با سس پستو می‌پوشونیم. اینجا یکی از مراحل زیبا و هیجان انگیز کاره. باید رول کنیم خمیرمون رو به همین صورت که میبینید و بعد از اینکه 2 از این رولا درست کردیم این 2 رول رو به همدیگه ببافیم. خمیر بافته شده رو همجور که میبینید باید گردش کنید. یه دونه کاغذ روغنی احتیاج دارید. کاغذ روغنی رو توی دستتون مچالش کنید. خیلی هم حال میده. بعد کف قالبتون پهنش کنید. خمیر بافته شده تون رو توی قالبتون قرار بدین و اگر دوست داشته باشین میتونید یه کوچولو هم روش روغن زیتون دوباره بریزین و ببرین قالبتون رو داخل فر قرار بدین. دمای 180 درجه حتما فرتون از قبل گرم شده باشه. حدوداً 30-35 دقیقه طول میکشه تا بپزه، به این خوشگلی بشه، عطرش خونتون رو برداره، یعنی اصلا محشر میشه. هرچی بگم بهتون کم گفتم. خیلی هم آسونه، حتما درستش کنین. امیدوارم که طعمش رو دوست داشته باشین. از اون نونایی بشه که همیشه درستش میکنین برای میز صبحونتون، برای عصرونتون. دوستتون دارم. کاملیا.